یه سری الیاف ارزی وجود داره که این الیاف ارزی که در کف مثلا در کف بطن چهارم قرار گرفتن این الیاف اصطلاحا هم بهشون گاستریا مدولاریس گفته میشه این الیاف قبلا تصور میکردن که الیاف شنوایی هستند اما امروزه مشخص شده که اینا الیاف نابجایی هستند که از هسته آرکویت بسالون میان و از طریق اینفریور سربلار پدانکل به سمت مخچه حرکت میکنن که حالا در بخش بعدی در موردشون صحبت خواهم کرد اما در سطح خلفی بخش اوپن وصل در پایین تر از استریا مدولاریس ما دو تا مثلث رو در قسمت داخلی یا میدیال امیننس میتونیم مشاهده بکنیم در قسمتی که بین سولکوس لیمیتانس و شیار میانی قرار گرفته که یک مثلث رأسش رو به پایین هست و قاعدش رو به بالا تحت عنوان مثلث هایپگلوس میشناسیم و این مثلث در عمقش در حقیقت هسته هایپگلوس قرار گرفته و مثلثی که در خارج قرار گرفته که رأسش رو به بالاست و قاعدش رو به پایین هست اصطلاحا بهش گفته میشه مثلث واگ که هستی پشتی واگ در عمق این مثلث قرار گرفته پس دو تا مثلث رو در اینجا ما میتونیم مشاهده بکنیم در کف بطن چهارم مغزی یکی مثلث هایپوگلوس و دیگری مثلث واگ در خارج سولکوس لیمیتانس این ناحیه مثلثی وجود داره که در سطح خلفی بسل و پل هر دو این ناحیه دیده میشه تحت عنوان ناحیه وستیبولار یا ناحیه دهلیزی که هسته های وستیبولار فوقانی تحتانی داخلی و خارجی در عمق این ناحیه قرار گرفتن این نمایی است که در عقب یا در خلف بسل ما میتونیم مشاهده کنیم که گفتم بسل حدود 3 سانتی متر طول داره اینجا نمای لترال رو مشاهده میکنید در نمای لترال بسل بین شیار آنترولترال و شیار پسترولترال در قسمت فوقانی یک برجستگی بیزبی شکلی وجود داره که اصطلاحا بهش اولیو یا زیتون بسل گفته میشه این اولیو یا زیتون بسل در عمقش کمپلکس هستای زیتون تحتانی یا اینفریور الیواری کمپلکس قرار گرفته در مورد ارتباطاتشون بعدا با مخشه صحبت خواهیم کرد. خب اینجا کف بطن چهارم رو مشاهده میکنیم که در کف بطن چهار ارز کردم که شیار میانی وجود داره و شیارهای محدود کننده در دو طرف اون قرار گرفتن بین شیار میانی و شیار محدود کننده میدیال امیننس رو میتونیم ببینیم که در قسمتی که مربوط به سطح خلفی پل هست یک برجستگی به نام فیشیال کالیکولوس ایجاد میشه در قسمتی که مربوط به سالون نخواه هست در هر طرف دو تا مسلس هایپگلوس و واگ ایجاد میشه و خارج از سوگوس لیمیتانس هم که گفتم که مسلس یا ناحیه وستیبولار رو داریم که حسای وستیبولار فوقانی تحتانی داخلی و, و خارجی در قرار میگیرن اینجا ملاحظه میکنید که آسیب محیطی عصب هایپوگلوس میتونه سبب این بشه که عضلات زبان دچار فلج بشن و وقتی که از بیمار میخواهیم که زبانش رو به بیرون بیاره در اون سمتی که آسیب وجود داره زبان به اون سمت انحنا پیدا میکنه خم میشه و نمیتونه نوک زبان از دهان خارج بشه هم این هستش که ازولات زبان به استثنای یک عضله توسط عصب هایپوگلوس عصب دهی میشن از عضلات زبان به طور کلی توسط عصب هایپوگلوس عصب دهی می میشدن که این عضلات رو ما میتونیم در حقیقت به چهار به دو گروه اینترنسیک و اکسترنسیک در در حقیقت تقسیم بکنیم اینها رو و علاوه بر که به گروه اینترنسیک و اکسترنسیک تقسیم میکنیم اینها خود گروه اینترنسیکش میتونه چهار گروه بشه گروه لانگیتودینال فوقانی لانگیتودینال تحتانی ورتیکال و ترانسورس هست و عصبدهی اینا از عصب هایپوگلوس هست و عرض کردم که ازولات اکسترنسی که زبان هم همینطور ازولی جنیوگلوس کارش این هستش که نوک زبان از دهان بیرون میاره بنابراین در زمانی که عصب هایپوگلوس دچار آسیب میشه نوک زبان از دهان نمیتونه خارج بشه و در دهان باقی میمونه و دهان زبان در حقیقت به اون سمتی که آسیب وجود داره انحنا پیدا